سلام، امروز میخوام داستان عروسک ترسناکی رو برای شما تعریف کنم که اسمش آنابله. مادری یک عروسک از مغازه دست دوم فروشی برای دخترش که دانشجوی پرستاری بود به عنوان هدیه تولد خرید. دختر که نامش دونا بود عروسک رو خیلی دوست داشت و در آپارتمان مشترک خود و دوستش آنجی نگهداری میکرد. اما خیلی زود ماهیت عجیب عروسک برای آنها آشکار گردید و اتفاقات عجیبی برای آنها رخ داد. عروسک آنابل در ابتدا کارهای کوچکی مانند تکان دادن دستهایش و افتادن از روی صندلی به زمین انجام میداد که دونا و آنجی می توانستن آن را توجیه کنند. اما کم کم این حرکات افزایش یافت تا جایی که این عروسک کارهای انجام داد که از توجیه به دور بود، ولی طولی نکشید که امور از کنترل خارج شد. لو، نزدیکترین دوست دونا و آنجی، نسبت به عروسک بدبین بود و حس میکرد این عروسک توسط روح تسخیر شده است. اما آنجی و دونا به حرفای او گوش نمیدادن و میگفتن این فقط یک عروسک است، تا اینکه داستان وحشتناکتر از تصورات دونا میشود. دونا و آنجی گاهی با جابجایی وسایل خونه روبرو می شدن و گاهی نیز نامه های را با دستخط بچگانه پیدا می کردن. یادداشت پیامی متفاوت داشت: به لو کمک کنید، به ما کمک کن. اما گمان نمی کردن کار عروسک باشد، تا روزی که دونا متوجه خونه روی دست های عروسک شد. عروسک در جای خود روی تخت قرار داشت، اما لکه های قرمز روی دستهایش نظر دونا را جلب کرد. او به طرف عروسک رفت و فهمید مایه قرمز رنگ از درون خود عروسک بیرون اومده. دیگه قضیه عروسک جدی شد و دخترها از یک مدیوم اظهار کننده روح کمک گرفتند. مدیوم بعد از یک جلسه احضار روح به آنها گفت جسد دختری به نام آنابل هیگینز در زیرزمین آپارتمان آنها دفن شده. روح آنابل با دیدن عروسک به آن علاقمند شده و آن را تسخیر کرده. دختران با شنیدن داستان آنابل دلشان به حال دختر مرده سوخت و تصمیم گرفتند که عروسک را پیش خودشون نگه دارند. اما داستان ترسناکتری برای آنها اتفاق افتاد که مجبور شدند دوباره از کسی کمک بگیرند. روزی دوستشان لو به خونه آنها آمده بود که شب از خوابی عمیق بیدار شد، اما توانایی حرکت نداشت. لو به اطراف اتاق نگاه میکرد، اما چیزی ندید. پایین را نگاه کرد و دید آنابل پایین پایش ایستاده. عروسک به آرامی شروع به بالا رفتن از پایش میکند، از روی قفسه سینهش میگذرد و بعد دستهای عروسک دور گردن او قفل می شود و شروع به خفه کردنش می کند. لو پس از این اتفاق از هوش می رود و روز بعد به هوش می آید و نمی داند که این اتفاق کابوس وحشتناک بوده یا در واقعیت برایش پیش اومده. اما روز بعد اتفاقی می افتد که او به وحشتناک بودن عروسک پی می برد. هنگامی که لو در اتاق آنجی بود، صداهای از اتاق دونا شنید، در حالی که دونا اصلا در خانه نبود. لو فکر میکند کسی بی اجازه وارد خونه شده، اما متوجه میشود صدا مربوط به آنابل بوده. لو به اتاق دونا میرود و عروسک را به جای آن که روی تخت ببیند روی صندلی میبیند. لو هنگامی که میخواهد به سمت عروسک برود، ناگهان کل بدنش فلج میشود و احساس فلج در منطقه سینه‌اش افزایش مییابد. لو به پایین پایش نگاه میکند و روی آن 7 اثر پنجه، 3 ضربه عمودی و 4 ضربه افقی میبیند. لو با وحشت به اطراف خود نگاه میکند، اما هیچ کس را در آنجا نمیبیند و تنها چیزی که به ذهنش میرسد آنابل است. آثار خراش روی بدن لو را همه میتونستن مشاهده کنند، اما این خراش ها در طی 2 روز به شکل عجیبی خوب شد و دیگر اثری از آن باقی نماند، در حالی که جای پنجه ها همگی
داغ و سوزان بودن. بار دیگر دختران به فکر چاره ای افتادن و این بار از یک کشیش به نام پدر هنگان کمک گرفتن. اما این کشیش به آنها گفت این موضوع مربوط به ارواح است و به قدرت بالاتری نیاز دارد. آنها با اد و لورن، زن شوهری که مانند شکارچیان احوا بودن، تماس گرفتند و به این موضوع پی بردند که عروسک روی شیطانی و غیر انسانی دارد. این زوج اعلام کردند که این عروسک تسخیر نشده اما توسط یک روح کنترل می شود، چون اشیاء بیجان رو نمی تونند تسخیر کنند. اقدامات زوج وارن به موقع بود، زیرا اگر کارهای آنابل ادامه داشت میتونست موجب مرگ یکی از اعضای خونه بشه. این زوج معنویت فضای خونه رو با کلمات بالا بردن که شامل 7 صفحه جملاتی بود که طبیعتی مثبت داشتند و مانع ورود شیطان به خانه میشدند. آنها عروسک آنابل رو برای نگهداری به موزه خود بردن و برای جلوگیری از حملات عروسک روی آن آب مقدس ریختن، زیرا این خانواده میگویند زمانی که عروسک رو با خود بردن او اقدام به کشیدن ترمز ماشین و منحرف کردن فرمون اونها بود، اما وقتی روی آن آب مقدس ریختن به نظر کارساز بود. عروسک آنابل حالا در موزه اد و لورن وارن داخل یک جعبه شیشه‌ای با هشدار باز نکنید نگهداری می شود. خیلی ممنون که تا اینجا این داستان همراه من بودی. امیدوارم از این داستان لذت برده باشی. حتما دکمه لایک رو بزن و کانال رو سابسکرایب کن. مرسی.